نشست وزیران دفاع ناتو آمریکا در فکر خروج مسئولانه و کابل در تلاش ادامه حمایت این سازمان از حکومت افغانستان. نشست وزیران دفاع ناتو بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته برگزار خواهد شد. در حالی که حکومت افغانستان از این پیمان خواسته است تا به حمایت از نظامیان افغان ادامه دهد، طالبان در پیام به سران این سازمان میگویند که دوام حضور نیروهای خارجی در افغانستان نه به سود این سازمان است و نه هم به سود شهروندان افغانستان خواهد بود. همزمان با این تیم امنیت ملی جو بایدن در نشست اوضاع افغانستان را به بحث گرفتند و اعضای این تیم بر دو موضوع تمرکز داشتند: پایان مسئولانه جنگ در افغانستان و حفظ منافع ملی آمریکا. اما اینکه وزیران دفاع ناتو چه تصمیم در مورد افغانستان خواهند گرفت، آیا زمان آن رسیده تا نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود و اگر نیروهای خارجی به حضورشان در افغانستان ادامه دهند، سرنوشت جنگ و صلح افغانستان چه خواهد بود؟ من رازقیار هستم و در برنامه امشب بازنگاه به همین موضوع بحث خواهیم کرد. مهمانان شریک در بحث با من آقایان الیاس وحدت، والی پیشین پکتیکا، دکتر محمد آصف صدیقی، عضو مجلس سنای افغانستان و تا لحظات بعد هم محمد علی علیزاده، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در برنامه با ما وصل خواهد پیوست. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای صدیقی، برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو در وضعیتی که گفتگوهای بین الافغانی کاملا متوقف است و در میدانهای جنگ هم میبینین جنگ شدت پیدا کرده، به چه معنا است به باور شما؟ عرض احترام میکنم به شما جناب والی جواب بینده و تردون خورشید. بعد در سلام، ببینین روز اول که البته پروسه سورا ما البته همیشه با فعال نیک میدیم و حمایت کردیم از صلح، ولی ما روز اول میگفتیم که هیچ وقت طالبان میخواد که در افغانستان صلح بیا، به خاطر کنا قدرت مطلق میخوان، یعنی 100% باید قدرت پیش از اونها بوده باشن. اما گپای پیش بینی که ما کرده بودیم در مجموع سیاسون و دیگه و غیره، اونها ثابت ساختن و اونها خودشان ثابت ساختن که اونها این کار نمیکنن طرف. و در پولی از ما شما شاید ازی بودیم که اکثرا طالبان در اکثر موارد ما شما را مصروف ازی میگد که گویا ما آمده صلح هستیم، با بهانه صلح اونها آمده که جنگ می گرفتن. مثل که شما میبینیم که نیروهای امنیتی ما پیش بینی کردن که اونها آمده که به بهار آینده آمده که جنگ خیلی قوی در نظر دارن. ولی در کل در مجموع اینی که یک پایی است که کلی از یا پیشکشورای همسایه ما هستند، اونا در مجموع اینا را ببینید که یک روز جنگ پیش بردش کار است آساده نخواهد باشد. اینا که سالهای متواتر در افغانستان جنگ می جنگن، از طریق همسایه ما اونا تمویل میشن، تجهیز میشن، ترمیم میشن و یک طرف قضیه. و در پالی از او مسئله ناتوی که امروز قرار است که چهارشنبه پنجشنبه اونا دو روز سران ناتو البته وزرای دفاعشان اشتراک بکنن در مورد افغانستان تصمیم میشن بگیرن. ولی از قبل اگر ما شما متوجه شده باشیم، یک تعداد از اونا از قبل پیش بینی کردن که بیرون شدن از اونا در افغانستان یک فاجعه خواهد باشه و یک وضعیت خواهد باشه که در افغانستان باز دوباره لانه تروریسم خواهد باشد، که باز دوباره آمدنشان به افغانستان خطرناکتر خواهد باشد. بنابر اونا پیش بینی کردن که اگر است که ما از افغانستان بیرون میشیم یک فاجعه خطرناک خواهد باشد، بنابر او بودن ما در افغانستان به یک مدت زمان دیگه هم باید که باشیم. این دو در کل در مجموع ما این می باید بپذیریم که امریکایی ها ناتو نه به مشوره ما آمدن نه به مشوره ما میرن، اونا بیشتر در غم افغانم نیستن و نه در قصه مشوره ما شما بیشتر هستن، اونا منافع خود بیشتر میبینن. به خدا اونا درک کردن که با بیرون شدن ما روسا چین اینجا حاکمیت به دست بیشتر به دست میگیرن و یک امید 50 سال قبل که در افغانستان داشتن و خوابهایی که داشتن بالاخره از دست میتن و به بسیار مسائل گزاف که در افغانستان آمدن و قربانی که دادن، نمیخواین که قربانی های خود و مصارفات گزاف خود یک باری از دست بتن. تشکر حتما برمیگردیم. وحدت سپ تاس و نظر صد دو ورځو که حداقل تم عدد سپ د ناتو د دفاع وزیران و ناسته و که د افغانستان پړه او داسې په افغانستان که پاتې سی یا کوزی د میتر میسته، د تاس باور صد فکر کوي دوی به څه تصمیم ونیسي په دغه غونډه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابیشین استاین رزفیار سپ تاس ته او جناب ماوین سپ ته لیدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم ناتو یو ډیر قوي سازمان دی، په خپل منځ کې کلک تفاهم لري، کلک تعهد لري، خاصتا د امریکا سره.
دوی کار ډول مجلسونه د ایری آرچرته د ایروی بیا هم په هغې کې مهم رول د امریکا وي. اوس هم ویل شوي دي چې د دوی رول به مهم وي، په دې کې تفاهم به یې کېږي. اگر چې امریکایان وایي چې تحمیل به نه وي، خو دوی دفاع وزیر به په هغې کې ګډون کوي، دا غونډه آنلاین دایریږي. زه فکر کوم له پخوانه هم تفاهم شوی ده د دوی د غټو قوتونو تر منځ. اوس به هم هغه تفاهم چې شوی ده هماغه به د پرېکړې په شکل به اعلان کړي. په هیڅ صورت نه امریکا وځي نه ناټو وځي. دلته مشکلات شته. طالبان په امریکا او په ناټو باور نه لري، ناټو امریکا په طالبانو باور نه لري. د باور په ځای دوی په منځ کې نشته. طالبان دا باور نه لري چې اوس مونږ بند وکړو د هغه سره، د امریکایانو سره یا د ناټو سره یا د افغان دولت سره، لکه ولسې چې غواړي دولت یې چې غواړي. که مونږ اوربند وکړو نو د اوربند سره خو بیا د یو څه د لاسه ورکوي، یا فشار هم کمیږي په دولت باندې، دولت حکومت دریم پراخیږي، بیا رغونه هم تیزیږي، روابط هم تیزیږي، بیا نو د دوی ځواکونه هم پشل کیږي. دوی فکر کوي چې خاک امریکا دی، مونږ د خبرو نه بیرته په شا شوه، نو که مونږ بیرته جنگ ته راځو بدنامیږو او راټولول به هم راته ګرانوي. که بیرته نه راګرځو بله وسله د مونږ سره شته، نه په دنیا خپلو دوی سره ده. دا د طالبانو بې باوري ده. او د ناټو او د امریکا بې باوري دا ده چې طالبان سیاسي سازمان نه بولي دوی تر اوسه پورې، اگر چې خبرې ورسره وکړي، په میز ورسره کېنستل. اوس هم دوی ته یوه جنګي ډله ښکاري، دا جنګېدونکې ډله ده. نو دوی وایي چې په دې ډله څه باور پکار دی. اوس به تا سره ووایي چې ما سره القاعده هم نشته، ما سره داعش هم نشته، د ما سره نور هم نشته، نور هم نشته. او چې کله ځان هدف ته ورسوي، چوکي ته ځان ورسوي، بیرته هماغه ډوله هماغه لرګي. نو د ناټو پرېکړه به د ما په فکر په یو قوي احتیاط سره وي. قوي احتیاط به دا وي چې دوی به ووایي چې مونږ د افغانستان نه وځو، خو په دې شرط وځو چې د افغانستان حالات ډاډمن شي او مونږ ته ډاډ راکول شي چې هم وژنه کمیږي. همدا ده، فکر نه کوي طالبانو یوه بهانه پرېښوده وروسته د هغه نه چې امریکایانو سره یې هوکړه لیک لاسلیک کړی وو. که څه هم امریکایانو ژمنه کړې وه چې د مې تر میاشتې به په حداقل دوی د خپل ځواکونه په افغانستان کې صفر ته رسوي، خو اوس بهانه دا راوړي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر کړی، دوی په بین الافغاني خبرو باور نه لري، په سیاسي مشارکت باور نه لري. یو وارې بیا ځي یو نوی فصل د جګړې ته. فکر نه کوي طالبانو باید دغه په حداقل ذهنیت د امریکایانو نه اخیستی وای؟ یو فرصت و. طالبانو کولای شول چې امریکایان راګیر کړي، لیکن له بده مرغه دوی بل اړخ ته ولاړه. بل اړخ دوی دا و چې دوی جګړه تیزه کړه، په افغان دولت فشار زیات کړو. دوی دغه اړخ کتو، دوی سطحي فکر کولو چې امریکایانو سره تفاهم وشو او د هغه سره د افغان دولت باندې فشار راوړه. نو دواړه یو په خبرو مات، یو په زور مات، نو میدان به دوی ونیسي. حالانکه هغسې ونه شول. کله چې دوی فشار راوړو، افغان دولت همدګي زیاته کړه او امریکایانو یې ملاتړ زیات کړو، بمبرونه یې حتی شروع کړل. او دا خبره تا خبره چې بانا په لاس ورغله چې تاسو خو واده ولاړ خلک نه یې، مونږ ولي وځو؟ بله خبره دا ده رزکیار صاحب، ناټو پخوا ویلي دي چې مونږ تر 2024 پورې د افغان دولت ملاتړ کوو. هغه یې مخکې تضمین کړی دی. نو کله چې د ناټو تر 2024 پورې د افغان دولت سره ملاتړ وي، مالی ملاتړ وي، لوجستیکي وي، استخباراتي وي، اوایي وي، بیا نو افغان دولت بیا په ناټو باندې ډېر حساب نه کوي، ځکه ناټو خو دوی ډېر جنګي نه، یعنی ناټو ځواکونه جنګېدونکي ځواکونه نه دي. دوی اوس هم په بیسونو کې دي، یا د مشورې رول لري، یا د روزنې رول لري، یا استخباراتي رول لري، یا هوایي ځواک ورسره دی. زه فکر کوم که اوس هم ناټو ورته ووایي افغان دولت ته چې مونږ به ووځو د دې لپاره چې طالبانو بنا ختمه شي، خو مونږ دغه شیان به تاسو سره افغان دولت ورته وایي چې که داسې شیان د مونږ سره ساتلی شئ، نو تاسو ته اجازه ده تللی شئ. کور ودان بیرته من تاسو ته راګرځو. آقای صدیقی، شما از منافع نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کردید. آمریکایی ها گفته که منافع ملی اونها باید در افغانستان حفظ شد. به باور اونها منافع شانی است که افغانستان مبدل نشه به لانه پراس افغانا و جایی که گروه های مانند داعش یا دیگه گروه های هراس افغان یا پایگاه بسازه و علیه آمریکایی ها عملات را انجام بده، مثل حمله 11 سپتامبر. باور شما چی است؟ همین است منافع ملی آمریکا یا فرق میکنه؟ نه خیر. یا پای که میزنن همین طالب در حقیقت کیها ساختن؟ پروژه طالب آمریکایی ساخت با همکاری عربستان سعودی و در کشور پاکستان. پروژه داعش توسط کی ساخته شد؟ همین ما اینو میدانیم. ولی که پروژه داعش موفق نشد به خاطر روسیه در سوریه، اونا را ورشکست ساختن. و در پالی از او و امریکایی ها در کل در مجموع ما به
نظرشان احترام دارین، آفرینشان به خاطر کنا، به خاطر منافع ملی کشورشان. ببینین که هزارا میل دور میرن فاصله طی میکنن به خاطر که منافع خود تا نظر میگیرن، احساس خطر نکنن، به هزارا میل دورتر در افغانستان آمدن، بالاخره به خاطر منافع خود صحبت میکنن. ای کاش سیاسون ما همچنان همین مفکوره رو میداشتن. ما با مفکورشان احترام داریم، با احساسشان احترام داریم که به کشورشان ملتشان احساس خوب دارن، ولی برعکس در قبال افغانستان قطعا احساسشان مثبت نبوده. و نیست بگیریم باز منافع، مسئله منافع را کم وضاحت بتین که منافع اونا چی است در افغانستان. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. بفرمایید آقای صدیقی، شما میخواستین در مورد منافع آمریکایی ها صحبت بکنین در افغانستان. ببینید، منافع آمریکایی ها در افغانستان همین بوده که در افغانستان از نگاه موقعیتی که دارد در آسیا، قلب آسیا که گفته میشه، هم یک طرف میتونه که روسیه را تحت نظر خود داشته باشه، یک طرف چینی و یک طرف رو ایران، که کشورهایی است که مخالفشان هستند در این قسمت و در پالی از او معادن افغانستان، افغانستان کشور سرشار از معادن هستند. این مسائلی است که به خاطر پروژه طویل مدت از این برنامه ها اینا استفاده بکنن. ما به شما یک مثال بگیم. ببینین، مثلا اینک لوگر به خاطر چینی‌ها قراردادش کرده، ولی آمریکایی ها دیدن که گفتن که یک قسمت از یک چینل نام گرفتن که نشنال جیوگرافیک نشان میداد که اینجا یک قسمت آثار باستانی فلان باستان بودن، در حالی که ما از همون ولسوالی هستیم، ولی ما میدانیم که آثار باستان در کجا وجود دارد. به خاطر که مانع استخراج ازش شود که به خاطر او پروژه را چینی‌ها گرفتند، خلار ایجاد بکنند، منطقه را ناامن بکنند. یعنی در کل در مجموع آمریکایی ها در کل در مجموع هم در مواد مخدر در افغانستان نقش کلیدی خود دارد. این ما باید تمام دنیا را میدانند، هم در پولی ازو در بخش معادن در افغانستان و در پولی ازو موضوع برنامه دیگه که دارن، هم به خاطر چین، روسیه و ایران که به شما تشریح کردیم، این مسائل است. دیگه یک بهانه بود که طالب ساخت و به نام طالب بالاخره یک زمینه را مساعد ساخت که در افغانستان دوباره برگردن و بیاین. و اگر آمریکایی ها با وقت بخواین، میتونن که در طرف یک ماه کمتر طالب و کلی از بین ببرن، ولی هیچ وقت نخواستن. طالب اگر ما متوجه شده باشیم 20 سال قبل اصلا آثار طالب از بین رفته، چی طالب وجود نداشت، ولی ببینید که امروز طالب دوباره به قدرت تبدیل میشد، در دوها با اون معامله صورت میگیرد، با اونا امتیاز بیشتر در نظر حکومت افغانستان و در پولیزو. و در آخر قرار معلوماتی که از حتی زلمه خلیزاد در یک از مجالسی که دوستا اشاره میکنن، زلمه خلیزاد نگرانیش از این میباشه که مبادا ما فعلا به این تشویش پیدا کرده ایم که طالبان زمانی که در مسکو میرد و در ایران میرد، از اوج میرد در مقابل وجه در مقابل سرنگونی حکومت صحبت میکند، ما فکر میکنیم که ما با پروژه مسکو مبادل شود و دیگه در پولی از او یک قدرت مبادل شود که ما با دا که از کنترل پاکستان بیرون نشود و بالاخره در دامن مسکو و در دامن چین نفت، در حالی که اونا حمایتش میکنند. آره فعلا اونا نگران خود تا اندازه طالب، امروز که امریکایی ها یک اندازه عقب نشینی کرده در مورد پروسه سال با طالب، اصلی عاملش همین بود که اونا فکر میکنن که اگر طالب در افغانستان به یک قدرت مبادله شود، مبادا که از کنترل ما بیرون نشود، به خاطر بالای از اونا اعتبار وجود ندارد و در پالی از او روسا به اینا بیشتر امتیاز میتن. اینی می نگرانی بود که بالاخره یک اندازه اینا عقب نشینی میکنن. اصل موضوع اینجا از قرار است. و اصلا دتا صبح خبر که میو اطمینان لیدل کی گی مطمئنه پدیت امریکایان یا پتول کی ناتو دی ناتو غری افغانستان نه پریکتی، ولی باید دوی په افغانستان کې بغواړي چې دایمي حضور ولري، حداقل وقت مهاله حضور. هغه منافع صدیقي صاحب ورته اشاره وکړه، فکر کوي د همدغو دپاره دوی غواړي په افغانستان کې حضور ولري، که نه نورې پټې خبرې شته. رزیکار صاحب، نورې خبرې هم دي. معاون صاحب چې ورته اشاره وکړه، دغه خبرې صحیح ده. ما مخکې هم د همدې میز د لارې ویلې دي چې د امریکا راتګ دلته چې و دا د پلان د مخې دا اوږدمهاله خبره وه، د لنډ وخت لپاره یا یو تصادف نه و چې دوی راغلی دي، دوی په سنجش سره راغلی دي او هماغه شیان باید تعقیب کړي. یو شی بل هم ده، ناټو او ورسا دا د یو بل سره په تقابل کې وو. کله چې ورسا د مینځه ولاړو، ورسا تړون په میدان یوازې ناټو ته پاتې شو، دوی د سیاست او د د نظامی او د اقتصادي ټولو لوبغاړي هم دغه ناټو یا د دوی ملګري هیوادونه دي. دوی نه غواړي چې دا میدان د لاسه ورکړي او د افغانستان نه په غیر مسؤلانه وتلو سره دا میدان دوی د لاسه ورکوي. دلته
ایمون سره په گاوند کې ازبکستان او تاجکستان ترکمنستان دا هیوادونه دي چې دا د مسکو تر مستقیم تاثیر لاندې دي. تاسو به په یاد وي شاید اوس هم وي زه فکر کوم د مخدره موادو په بهانه یا د تروریزم سره د مبارزې په بهانه د تاجکستان په سرحدونو کې روسي عسکر پراته وو تر ډیره وخته پورې. که څه هم امریکا کوشش کوي چې نه ننوځي دغو هیوادونو ته. یو مثال د قزاقستان او ما په خیال چې اول دوی راتلل نونس عسکر هلته لرل بیا په وروستیو کلونو کې نونس سوه عسکر لرل دا دوی حضور زیاتول وو. خو نورې خبرې هم دي دوی نورې خبرې دا دي چې دوی په دې پوهېږي امریکا په دې باندې پوهېږي چې که چېرته دوی د افغانستان غیر مسؤلانه ووځي دلته به یو نسبي تشنج راځي. هغه تشنج به دا وي چې دلته به افغانستان په سمتونو قومونو ګوندونو تمایلاتو مختلفو شیانو باندې به طبعا دا ویشل کیږي. اما اوس هم همدغه وضعیت ده په افغانستان. هره ورځ تاسو مثلا د 500 نه زیات تر 200 پورې زلمیان په دې وطن کې بالاخره خاورو ته دا خو رضیکار صاحب دا وژل کیږي. دا د یو چتر لاندې وژل کیږي. دا د یو دښمن په مقابل کې وژل کیږي. د ناټو تشویش به دایي چې بیا به داسې وي چې هزاره او اهل تشیع وروڼه به د هزارستان نارې وي دوستم به د ترک تبارو یا د ازبکو دفاع کوي څوک به بیا د تاجک په نوم راپاسېږي. نقص ناټو ته دا دی چې دا د روسیې لمنې ته غورځي. تاسو ولیدل دلته یو وخت یو حکومت و عبدالله نوري دلته د تاجکستان یو مخالف وسلوال مشر و دلته د استاد ربانی حکومت و احمد شاه مسعود او استاد ربانی ته چې کله وویل شول هغه چون د هغه سره نږدې و روسیې سره نږدې و تاجکستان سره نږدې و چې دا زموږ مخالف تاسو سره دی دا قانع کړي چې دلته راشي هغه یې دلته یا قانع کړو یا یې مجبور کړو هلته یې ور وسو ورسره جوړې کړو عملته نه تاجکستان یې اوس هم پرې آرام کړو. نو دا په اسانۍ سره د افغانستان شمال یا د افغانستان شمالي برخې په اسانۍ سره د امریکا د ناټو د نفوظ نه وځي هلته هغه پخواني حالت ته ګرځي چې هلته به مسکو نفوظ لري او دا د امریکا دپاره د تشویش وړ ده. بیا به دغسې وخت راشي لکه داود خان ته چې برژنیف وویل چې موږ دپاره په سمت شمال کې د غربي کمپنیو کار کول دا زموږ دپاره د منلو وړ نه دي. په تېرو کې امریکایانو په ډېر ښکاره ویلي چې دوی افغانستان ته د ملت جوړونې دپاره نه دي راغلي. نو ملت جوړونه خو د موږ کار ده. خود امریکایان موږ د دوی سیاست وایو که امریکایان خپل اهداف هم تعقیبوي نو د افغانستان نه په غیر مسؤلانه وتلو سره یې بایلي. ډېر په زحمت سره دوی تر افغانستان راورسېدل او ډېر په زحمت سره دوی منځنۍ اسیا ته نسبي لار پیدا کړه. دوی ډېر په اسانۍ سره دغه څه د لاسه ورکوي بېرته هغه مسکو ته ډېر په ټیټه سترګه ګوري. دوی د بلاک په سترګه نه ورته ګورېږي لکه د شوروي اتحاد بلاک چې و شرقي بلاک و ډېر په ټیټه سترګه ورته ګوري. دا خو د پوتین او د دوی د ملګرو د ټیم هغه قوي سیاست و چې اوس یې ځان ولاړ ساتلی ده. کنه امریکایانو خو فکر کولو چې دا به نور غورځي خو دا کله که غیر مسؤلانه شکل باندې د امریکایانو ووتل نو بیا به د اوسنۍ مسکو نه وي. دا بیا هماغه د شوروي اتحاد بلاک خواته به ځي امریکا سره بېرته میدان ته راوځي ډغرې به ورسره وي لکه اوسې چې ورسره ووالې دې نه به څو چنده زیاتې ډغرې بیا وي. آقای صدیقی باور شما چی است؟ فکر میکنه نفع افغانستان در کدام حالت نفته است؟ ای که ناتو در افغانستان بمانه یا بیرون شوه؟ خب هر کشور باید که سیاسون کشور در مجموع در کل زمانی که منافع ملی کشور می باشد باید با یک صحاب باشد و به خاطر که کشور ما باید از این بدبختی نجات بتیم. در شرایط فعلی بودن ناتو به خیر کشور ماست. به خاطر که به خیر کشور ماست. خب خیر چی است؟ به ایمان است که کشورهای همسایه ما هیچ کدامشان به نیت مثبت در قبال افغانستان ندارن. اونا همیشه مانند گرگی است که در شکار است که چه قسم حمله بکنن و چه قسم گروپ های را ساختن که البته وجود داره او را بیشتر تقویت بکنن به خاطر منافع معادنشان و همچنان معادن افغانستان به خاطر آبهای افغانستان و غیره و غیره که پای وجود داره. در این شرایط حد یقل برای ما یک اندازه ای را به ما یک مورال میده که حد یقل ما استقلالت خود داریم. خیلی سپاسگزارم. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. محمد علی زاده عضو مجلس نمایندگان افغانستان هم با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین آقای علی زاده. پیش از اینکه شما بیاین در مورد
از این نشست ناتو که قرار است تا دو روز دیگه با مهمانان صحبت کرده، اینا میگن بیشتر به کشورهای ناتو منافعشان مهم است که چی حکم میکنه منافعشان همگونه تصمیم خواهد گرفت. باور شما چی است؟ فکر میکنین کشورهای عضو ناتو چه تصمیمی را حداقل خواهد گرفت در مورد افغانستان؟ به نام خدا، سلام خدمت شما و مهمانان محترم. خب در یه جای شک نیست که برای هر کشور یا برای هر ارگانهای سازمانهای بین المللی مثل ناتو منافعشان در اولویت قرار داره و اونا اگر هر تصمیم بگیرن منافع ملی از او کشورهای عضو را در نظر خواهند گرفت. ولی در قضیه افغانستان ما فکر میکنم که اما قسم که بعضی از اعضای کشورهای ناتو اظهاراتی در این اواخر داشتند، ممکن است که یک مقدار مسئولانه تصمیم بگیرند و سنجیده شده حرکت کنند در مورد همکاریشان با دولت افغانستان، در مورد همکاریشان با نیروهای امنیتی، در مورد حضورشان در افغانستان. به اونا ممکن است که شرایط و اوضاع امنیتی و سیاسی افغانستان، قضیه صلح در نظر بگیرن و بر مبنای از او تصمیم بگیرن. ما دو سال گذشته شاهد بودیم که وزیر خارجه آلمان گفتن که ما در این جلسه با توجه به شرایط افغانستان تصمیم خواهیم گرفت و همچنین او اظهاراتی که قبلا مقامات ایالات متحده آمریکا داشتن، ما شاهد هستیم که از آدرس‌های مختلف و در سطوح مختلف به یک شکل تجدید نظر کردن و می‌خواهند که در مورد بودن و نبودنشان در افغانستان شرایط را و حداقل تعهداتی که طالبان در موافقتنامه صلح با آمریکا داشتند اونا را در نظر بگیرن. مقامات آمریکایی باورشان فعلا به ایست که طالبان به موافقتنامه‌ای که با آمریکا داشته عمل نکردند، به تعهداتشان عمل نکردند. در اونجا اونا تعهد سپردن که در قبال خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان اونا خشونت کاهش میتن، آتش بس قبول میکنن، با حکومت افغانستان وارد گفتگو میشن و روابطشان با شبکه‌های بین المللی تروریستی مثل القاعده و امثالشان قطع میکنند. و آنچه که چند ماه بعد از امضای این توافقنامه میگذره، ما شاهد هستیم که به هیچ یک از این تعهدات عمل نشده و عمل نکردن و از این لحاظ هست که چی مقامات سیاسی و چی مقامات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا و همچنین ناتو باورشان به ایست که ما در صورت به او تعهدات خود عمل میکنیم که طالبان هم متقابلا عمل کرده باشند، در حالی که اونا عمل نکردند. باورتانی است که یک تغییر کلی میآید در توافقنامه که امضا کرده با طالبان آمریکایی ها و ناتو بیرون نخواهد شد از افغانستان؟ خب اگر طالبان به توافقات خود عمل میکردند، حداقل در این دو سه ماه ما شاهدی کاهش خشونت ها در افغانستان می بودیم و شاهد می بودیم که جنگ متوقف شده و همچنین گفتگوهای صلح با دولت افغانستان به صورت جدی پیش رفته. در اون صورت احتمال عظیم بود که نیروهای ناتو از افغانستان طبق از متوافق بیرون شوند، بخصوص نیروهای ایالات متحده آمریکا، چون روحیه عمومی ناتو و آمریکا هم ایست که خیلی علاقه من نیست که نیروهایشان در افغانستان باشد و دولت افغانستان هم در صورتی که متیقن شود که جنگ در افغانستان متوقف میشه، پروسه صلح پیش میره، خب شاید خیلی اصرار نداشته باشد که حتما خارجی ها در افغانستان باشد. اما با توجه به اینکه در این چند ماه هیچ یک از او تعهدات عملی نشده و وقت گذرانی شده و یک اراده جدی از ناحیه طالبان برای رسیدن به صلح، برای شروع گفتگوهای صلح دیده نمیشه، بر این اساس خب این نگرانی برای کشورهای ناتو و برای کل جهان به وجود آمده که نشود یک بار دیگر با خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا از افغانستان، افغانستان یک بار دیگر مرکز
فعالیت های تروریستی بین المللی شوه و از اینجا امنیت اونها مورد خطر قرار بگیره. خیلی سپاس گزارم. البته د مسئولانه و تل خبره فکر نه کوي د ډیر ستونزمنه ایست د غلط تدور سی ګوڅه وضعیت دون خیت امریکایان د مسئولانه دولوزی دلته دی او قوي حکومت حداقل د غونه پات سی تر څو دلته حاکمیت وکي. تاسو ګورئ نو نس کال مخکې وضعیت سره رقم وو سی کا سړی ارزونه وکي وو سو ګورئ په کوم حالت کې منګیو یو خو وګورئ د افغانستان حکومت دوی آرامه پراته دي اصلا دغه فکر نسته افغانانو سره چې دوی د خپل په پښو ودرېږي دغه هیواد بالاخره په دو باندې مسؤلیت لري څو ساتنه یې وکړي مفتې پیسې دي ورته راځي مصرفېږي او حتی د فساد ګزارشونه هم تاسو وینئ چې په کوم حد کې خپرېږي بلخوا طالبان دي یوه ډله ده جګړه کوي دوی غواړي هر څه په زور بالاخره لاسته راوړي فکر نه کوي چې ډېره سخته دغه حالت ته رسېدل چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه په مسؤولانه ډول ووځي رزیکار سب سخت هم ده و سخت هم نده 2002 را پده خواهد 2004 سپوری دلتا پا افغانستان که ده افغان دولت سره ده امریکایان و یا ده نوری همکار نده موازی حکومتون و صدی لحاظ دوی پیارتگانه وی وزارت پا کسا که سوگنه و ارس ده پیارتی سره و ده دوی بیسونه و ده دوی خپل سر عملیات و تاسو با پاقی وقت که نپه یکم معلومات لرل هر شپابا پا کورونو که دوی عملیات کردی و بستا فامیلیون بای وجری و بمباره باوی په سیاسي لحاظ تر دې کچې پورې دوی دخیل وو چې د یو والي د یو معین د یو وزیر په ټاکنه کې دوی اوکې باید اخیستل شوی وای د هغې حالت نه اوس ورو ورو افغانستان وځي مثلا د اقتصادي مرستې دوی د مالیې په چوکاټ کې عیارې کړې اوس هغه خپلسري اقتصادي خپلسري ختمه ده نظامي خپلسري تاسو ګورئ چې ډېره کمه ده د دوی هغه خپلسري عملیات چې دوی کول هره ورځ به چې وژنې وي بیخي خلک یې په رواني تکلیفونو اخته کړي او خلک یې په زوره طالبان کړل هغې حالت نه موږ راوتلي یو او په سیاسي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې هغه حالت نه دي بیخي داسې غیر مطرح سره هم هغه ته کله کله چوکیو ته راشي د هغې نه معلومیږي چې دوی سره ډېره مشوره نه کېږي همدا اوس په د نظامي قوت په برخه کې د افغانستان د ځواکونو په چوکاټ کې دا خاصې قطعې چې یو ځای شوي تاسو هم په دې اړه ګزارشونه لرل یا معلومات لرل پخوا درې ډوله خاصې قطعې وې ملي امنیت دفاع وزارت داخله وزارت اوس دا ټولې سره راټولې کړې یو ځای ته شپږ څلوېښت زره نیرو شو قوت شو د دې لپاره هوایي ځواک هم په واک کې ورکړو چې د افغانستان په هره برخه کې هر ډول تهاجم یا هجوم چې وي هغه دفع کولی شي هر ډول مقابله کولی شي داسې هوایي قوه دې تر پخوا اوس خپلواکه شوې ده یا تر ډېره پورې قوي شوې ده دا هغه مسایل دي چې ښې خواته هم تللي دي د فساد برخه کې هم فساد شته هم د فساد سره مبارزه شته خو د فساد ګراف لوړ دی د مبارزه به هم لکه د بیګا پرون چې د ننګرهار د ګمرک د رئیس او د نورو چارواکو د معاون او د مدیرانو د نیولو خبر ده یا د په نورو ځایونو کې کمزوری هم شته خو کله چې درغاړي شي یو شی بیا سړی قوي کېږي هم کیسه به دې اورېدلې رزیکار صاحب اقدامات به یي والي صاحب ولې په ټوله کې وینئ که تاسو د کابل نه ووځئ سړی داسې احساس کوي چې ګواکې یو حکومت مونږ نه لرو داسې کله حکومت رزیکار صاحب ټوکه دې کوي دا خو ته ګورې مثلا شارابي وګورې د چا په لاس کې دي وای رزیکار صاحب عملي وینئ طالبان په کومه کچه باندې عادي او امنیت د ښار نه سي مثلا د ولسمشر په ښځه باندې دا تور کېږي چې پنځوس میلیونه ډالر یې وویستل یا ولسمشر دوه سوه میلیونه ډالر په کمپاین کې مصرف کړه اوس څنګه یو ذهنیت ورکړو دې ته چې رزیکار صاحب ټوکه دې کوي دا تاسو د ډارن چې د لوڅریو نکټه دار دغه ډارېږي موږ دومره نه ډارې موږ چې کله ځو عقلاني بحث ده عقلاني بحث ده چې د ډار خبره ودا مثلا عقلاني کو ګوري د کابل نه وځي حکومت ته ولې نشته تاسو یو د ارغندینه ور واوړي نه په کوم ولایت کې حکومت نشته مثلا زه تاسو ته وایم د کابل نه تر لوګره ته ډیر نږدې لار ده بیا وکیل صاحب سره مباس وکړو ځکه دغه ولایت ده باید څلورو بجو څوک تلای سي وا رزیکار صاحب زه د همدې لارې تلونکی یم زه خو د خوست یم په همدې لاره باندې تېره هفته زمینی تللی او زمینی راغلی یم خو یو خاص تدابیرو سره نه نه باور وکړه په ساده موټر کې د خپلو ملګرو ته بدون د توپنچې او بدون د ټوپک تللی اجازه دغه بس به وکیل صاحب سره وکړو ځکه دوی د هماغه ولایت زه پوهېږم د لوګر وضعیت ماته معلومېږي لارې ماته معلومېږي چیلنجونه هم شته پرمختګونه هم شته ننګونې هم شته یو خبره دې اورېدلې یو وایي چې یو چا ته ویلي وو چې غره ته یې لېږلی وو ډېر لرګي راوړوي نو دا ماته څوک راپورته کوي ویل هلته یو سړی د ناکام نمیږي نو ناکام چیغې ووی ناکام په نام څوک نه وو خپله یې پورته کړی وو چې کور ته راغی ویل پلاره ناکام خو نه وو ویل هغه ته چې مجبور شوې دا ناکام دا پهلوان
مونږ مجبوری بودی هغه مجبوریت حالت ته ځان نه پرېږدو. حکومت ګوری وای او اوسی دلته تر ابده پورې مسی دقی. خوب فکر میکنین با امی وضعیت ما به جای میرسیم؟ یکی مثلا ما بگویم ما شجاع هستیم، نمیفهم ما باید نترسیم، عقلانی فکر نشه. مثلا مسئله حکومتداری خوب را ما یاد کردیم، به می باور هستیم که بیرون از کابل هم حداقل یک حکومت مقتدر است میتونه دفاع بکنه اگه آمریکایی ها بیرون شوه؟ حتی ببینیم شما که اشاره کردین، اگر ما متوجه شده باشیم دیروز آتش سوزی که صورت گرفت در اسلام قلعه، با همکاری کشور همسایه ما ایران ما را مهار ساختیم. حتی شعارهای ما زمانی که یک سیلاب یک وضعیت بد قرار بگیرد، ما توانایی نداریم، ما ناتو کمک میخواهیم. در بخش هوایی ما و قسمی که ما میگیم اصلا ما او ظرفیت تافین را پیدا نکرده ایم، این را ما بپذیریم. بدون همکاری هوایی ناتو به خاطر که افغانستان کشور کوهستانی است، نمیدونیم که ما در مقابل مخالفین خود ما تنها از زمینی استفاده کرده باشیم. و از زمینی هم تمام تجهیزات ما که از کلی گپارا ارتباط میگیره با امریکایی ها با ناتو، اگر یک روز تیر ما را بالای ما قطع بکند، هیچ کار ما کرده نمیتونیم. این ما باید بپذیریم. حکومت ما خواست مشوره ما با حکومتی است که قبل از چهارشنبه باید این روزهای نزدیک باید از قبل لابی میکرد بالای کشورهای عضو ناتو که اونا رای مثبت در بودن افغانستان داشتن. به خاطر هر کشور به خاطر منافع خود کار میکنند. امی قسم شوریم پاکستان ما امریکا ها بارها پیشنهاد کردن که ما از افغانستان کده بیس خوبتر بیشتر برات میتم و شما بین در کشور ما بیس دوستانی در قطر ببخشین. در قطر ببینید شما امروز تمام مصارفات بیس امریکایی را حکومت قطر میپردازن، ولی میفهمد که منافعشان بودنشان امریکا بنفعشان است. تشکر. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. ولی آقای صدیقی، چطور میشه که ما به مو طرف بریم حداقل کل افغان ها، اگر واقعا بر ما منافع ملی مهم است، چطور میشه، چی باید بکنیم که به مو نقطه برسیم که نیروهای خارجی به شکل مسئولانه ای که میگیم مو زمینه مساعد شود تا اینا بیرون شون از افغانستان؟ تا زمانی که خود افغان ها نخواهد، شاید مو روز نرسه که به شکل مسئولانه بیرون شون نیروهای خارجی از افغانستان. تا وقتی که مثلا یک تفنگ به کشور بیرونی رو میگیره در برابر حکومت میجنگه و یک مقام حکومتی ششته به جز فساد و خودخواهی چیز دیگه نمیکنه، شاید به مو روز نرسه. خب اول خو شاید امریکایی ها به مشوره ما شما نی اومده باشن، ما قبلا گشته کردم و نه به مشوره ما شما رفتن. اگر متوجه شده باشین در زمان کرزی، در زمان حکومت رئیس جمهور فیلی، اونا هم تاکید کردن که امریکایی ها فعلا که از افغانستان بیرون میشن در زمان اوباما، یا قبل از وقت است، باید که به تدریج بیرون شون. یعنی اونا همین نظر داشتن که باید باشن، ولی ما هم در مجموع در کل به خاطر منافع کشور ما که بودنشان به خاطر ما خوب است. امروز پول ما شما به خاطر چه ارزش دارد؟ به خاطر ما شما حمایت جامعه جهانی رو به خود داریم. اگر نه ما شما کدام اقتصاد خوب داریم؟ کشور هم از کشور هم شکل چرا اقتصاد پول ما بالاتر است؟ به خاطر که کمک جامعه جهانی رو به خود داشتیم. ولی هدف این مونده ای است که ما سیاسون در کل در مجموع عهده هایی که داریم اون رو کنار بگذاریم، در درون مصروف خود باشیم، ولی در بیرون باید اظهار نکنیم. در بیرون یک صدا بوده باشیم، منافع ملی کشور ما این به ما مهم است. ولی متاسفانه که در افغانستان در طول تاریخ ما که امروز بدبخت شدیم، همین است که در بدترین شرایط که ما قرار میگیریم، به یواد که ما یک دیگر در کنار یک دیگر آغوش دیگر بگیریم، کشور از بدبختی اینجا بتیم، ما هنوز تخریب میکنیم. این بدبختی ماست. خیلی زیاده. خب اگر ناتو تصمیم به این بگیره که در افغانستان حضورش بالاخره دوام بده، آمریکایی ها هم گفته که در مشوره با ناتو پیش میره، کشورهای عضو ناتو پنتاگون گفته، فکر میکنین سرنوشت جنگ و صلح چی میشه؟ پیش از این شما حتما پیام طالبان را هم دیدین، گفتن اگر بیرون نشه نیروهای خارجی از افغانستان پس از اول ماه می به جنگشان ادامه میده در افغانستان. خب مشکل اساسی هم اینجاست که ما یک اراده صادقانه، یک حسن نیت از نایه طالبان نمیبینیم که اونا واقعا به پروسه صلح باورمند و معتقد باشند. اگر چنین اراده میدیدیم، خب ما از خارجی ها میخواستیم که افغانستان ترک کنند تا افغان ها خودشان در بینشان با همدیگر کنار بیایند. طالبان بیشتر با این قضیه سیاسی برخورد میکنند. اونا نیتشان است که خارجی ها از افغانستان برایند، بعد اونا تصور میکنند که از طریق زور و از طریق غلبه میتونند حاکمیت مورد نظرشان در افغانستان روی کار بیارند. خب ممکن است یک تصور باشد، یک تصور غلط،
به این اساس است که ما فکر میکنیم که خروج شتاب زده و غیر مسئولانه خارجی ها از افغانستان بیشتر جنگ تشدید میکنه تا اینکه به جنگ خاتمه داده شود. خود حضور از اونها به یک شکل میتونه یک تضمینی برای پیشرفت پروسه صلح باشد. البته چطور مثلا تضمین خب این که اونها در اینجا باشند و در این حال فشار وارد کنند بالای طالبان و بالای کشورهایی که حامی طالبان هستند تا اونا را متقاعد بسازند که دست از جنگ بردارند. شک دارند در نیت ناتو و آمریکا، میگه اگر اینا بخواد در 10 روز میتونه گلیم طالبان را جمع بکنه در افغانستان، خب اونا خوش هستند با حفظ این وضعیت. خب من باورم به ایست، حالا نه این که اونا مثلا از طریق جنگ، اگر فشار لازم را بالای کسانی که طالبان را تجهیز میکنن، تمویل میکنن و از اونا حمایت میکنن، جنگ را به یک شکلی توسطی از اینا ادامه میتن، فشار لازم بالای اونا وارد کنه، من فکر میکنم طالبان کسانی نیستن که اونا خود مستقلانه تصمیم بگیرن. ولی ما در طول زمین سالها و فشار لازم را ندیدیم که کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا بالای از کشورها وارد کرده باشن و همین اکنون هم نمیبینیم که اونا یک فشار لازم را برای ختم جنگ در افغانستان وارد کرده باشند بالای از کشورها. تا زمانی که طالبان عقبه جنگی مطمئن داشته باشند، بتوانند که نیروهای خود را اونجا تجهیز کنند، تمویل کنند، خب تمرینای نظامیشان را در اونجا داشته باشند، زخمیهایشان را تداوی کنند، خب بسیار واضح است که جنگ خاتمه پیدا نمی کنند. ولی اگر کشورهایی که از اونها حمایت میکنن، مشخصا کشور همسایه ما پاکستان، اینا یا خودشان متقاعد شوند در عمل بیاین این کار کنن، یا اینکه کشورهای عضو ناتو بالای از او فشار بیاره که دست برداره از این او مداخلات، در او صورت من فکر میکنم که طالبا رای ندارن به غیر از این که بیاین روی میز مذاکره با یک اراده جدی بنشینن و به جنگ خاتمه بدن. امروز که ما میبینیم جنگ دوام پیدا میکنه به خاطر عزیز که آمریکایی‌ها و ناتو هم میخواهند که به یک شکل جنگ را در افغانستان خاتمه بدن و هم کشوری همسایه یا کشورهای همسایه ما را آزرده نسازند. به این اساس هست که جنگ دوام پیدا کرده و خونریزی ادامه دارد. وحدت سپوس امریکانو په ډېر ښکاره ویلي چې دوی د خپل ګټو ته په کتو په افغانستان کې یا د خپل حضور ساتي یا به نور د افغانستان نه ووځي. دا به مطمئن ډېر اورېدلې د افغانانو ګټې څنګه کېږي. اوس ګورئ ناټو او امریکا په تېرو 19 کلو کې په افغانستان کې وه، هر ورځ اوس رسمي امار ښیي چې هم دې خوا د جګړې او ما خوا د جګړې په ټوله کې حداقل د 100 نه تر 200 افغانان د خاورې لاندې کېږي، 80% خلک دلته د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. نو دغه وضعیت خو هم د زغملو وړ نه ده. د موږ منافع څه کېږي بالاخره؟ په عموم کې جنګ د جنګ ختمول یوازې د موږ په ګټه ده، دا واضح ده. په دې باندې افغانان عقیده لري، په دې باندې باور لري. جنگ د جنگ دوام ده، د بهرنیو د پاتې کېدو دپاره یوه بهانه ده، او له بده مرغه دا بهانه طالبان په لاس ورکوي. مونږ باید د طالبانو بهانه هم مونږ باید ور ختم کړو، ځکه چې دوی خو به جنگ کوي، خو مونږ باید دا مسله ختمه کړو. مونږ کولی شو په هغه صورت کې چې طالبان مثلا اوس د خبرو میز ته نازلیږي، اصلی خبره خدا ده چې هغه دریمګړي امریکایان چې دي هغه د پردې شاته هغه نه دي راغلي قطر ته، هغه تر هغو نه راځي د جو بایډن هغه واضحه پالیسي اعلان شوې نه وي. نو ځکه د مونږ خبرې هم ولاړې دي. اوس په کار دا ده دې په ځای چې ډېر فشار په طالبانو باندې تبلیغاتي فشار راوړي چې طالبان ولې د خبرو میز ته نه کښېني، په کار دا ده چې طالبان او د افغان دولت دواړه د افغانانو په توګه امریکا باندې غږ وکړي چې راشئ تاسو په حضور کې مونږ خبرې کوو، تاسو غیر رسمي د دریمګړي رول لرئ، راشئ چې د خبرې شروع کړو تر څو پورې چې د عراقیانو غوندې مونږ په خپلو مسایلو باندې خپله فکر ونه کړو، تر هغو پورې مونږ د جنجال نه ووځو. له بده مرغه په مونږ دلته په داخل کې هم ډېر سیاسي مشکل لرو. سیاسي مشکل هغه د هغه مو چې دي فکرونه مو د سرونو نه واړه دي، ډېر محدود دي. که په هر کچه سیاسیون یو، همغه په کچه واړه فکرونه کوو. او طالبان هم دا چې تر قیامته پورې یو څوک په سیاسي صحنه کې ده، نوم یې شته، نفوظ یې نشته، نوم یې شته، کسان یې نشته. او هغه ناټو هم هغې ته اهمیت ورکوي، سفارت هم هغې ته اهمیت ورکوي، امریکا هم هغې ته اهمیت ورکوي. تاسو په یاد کړئ چې طالبانو باندې حمله کېده، پرویز مشرف هلته د پاکستان ولسمشر و،
هغه ته بو شوول چې دوی لارې لري د مونږ سره کې د طالبانو سره کې د طالبانو سره چې بیا د منځنوي پیړیو ته باید وګرځي تاسو د کانو زمانې ته مونږ ګرځو کدی مونږ سره بیا د اړه ډول تمویلو نو هغه په ډېرې وش پکې دومره کار وکړو دومره لبی وکړه چې د ریفرنډم په نامه یو شی راوستو چې مونږ د امریکا سره یو عقلانی فکر وکړو عقلانی فکر وکړو منطقي ومم لاره د زور نه ګوره استفاده ونکړه تاسو په یو مثال د ډارو د دې شایم زه څه وایم زه وایم د مونږ سیاسيون د مونږ سیاسيون د ولسمشر حامد کرزي د ټیم نارانی ولی د جمعیت نارانی ولی د حزب نارانی ولی د آزاد سیاسيون نارانی ولی تر طالب پورې تر اوسنی دولت پورې دا باید په خپل خبرو پورې وننخلو چې فکر خالي دا وی چې مات به چوکي ورسیږي یا فکر دا وی چې زبې قدرت تراشم یا فکر دا وی چې زبې په قدرت کې پاتې شم تر څو چې سرونو نه لوړ فکر ونشي تر هغه مونږ هغه ایدیال حالت ته نه رسیږو چې ته یاد یو یا ته غواړې دقیق لاندې ځمه باب ادامه برنامه خوش آمدین بس را آقای صدیقی جمع میکنیم خب چی باید شوه راه حلی که به نفع افغان ها باشه درست از آمریکا ناتو هر کس بر منافعش کار خواهد کرد ولی آخر روز را افغان ها زیان میکنه به خاطر که اونا پول مصرف میکنه افغان ها خونشان میریزه اینا چی باید بکنن که به مو مرحله بالاخره برسیم که افغان ها بتانن نفع خودشان بگیرن و کشورشان یک کشور باثبات باشه خب من قبل اینکه به شما اشاره کردم که در این شرایط فعلی بعدی که ما قرار داریم و کشتی ما در حال غرق شدن هست و دشمن ها در کمین هست یگانه راه بیرون رفت میخواد باشه که سیاسیون ما با یک صدا بوده باشن منافع ملی کشور ما یک طرف و در پالی از او با آمریکایی ها با ناتو ما لابی خوب کرده باشیم اونا را باید وادار بکنیم که از افغانستان عجولانه بیرون شدنشان با خیر کشور ما نیست دست مکونا به خاطر منافع خود به نظر میگیرد منافع فعلی ما بودن امریکایی ها و ناتو در افغانستان به خیر ماست به خاطر از اینکه به پس از حضورشان هم خب. خطرناک است میریم به یک فصل تازه جنگ ادب به خاطر از اینکه ما قبلا اشاره کردم دشمنای کشور ما مانند گرگ درنده در شکار در کمین هستند ای کاش که بدیر نظام ما طالب می داشتیم که طالب به خیر کشور بس میکند و مردم خوب هستند در تطبیق پروژه در آبادی کشور و مستقلانه تصمیم میگیرن لبیک میگفتن ولی متاسفانه که اونا با کشور همسایه وابسته هستن هیچ وقت امید وجود ندارد که به خاطر رفاه و به خاطر آبادی کشور و به خاطر منافع کشور ما مستقلانه اونا کار بکنن پس بنابری در این شرایط فعلی اگر ایست که خدا نخواسته ما زمینه را مساعد بسازیم که امریکا و ناتو را قصدن بگیم شما بیرون شین در این شرایط در حقیقت ما زمینه را مساعد ساختیم برای دشمنان کشور ما با هم به طالب و هم به کشور همسایه ما کونا همی امید دارن بله آقای علیزاده خوب جنگ به پایانی که آمریکا آغازش کرده در افغانستان بالاخره مذاکرات دوحه حداقل میشد که یک فکر ایجاد شه برای از این کمی جنگ به پایان بالاخره برش نقطه پایان گذاشته میشه اگر این حضور ادامه پیدا میکنه باز برمیگردیم به اون مرحله اول و عواقب خطرناک هم داره برای افغان ها چی باید شه برای حل چی است خب بهانه حضور خود طالبان فراهم میکنه اگر طالبان واقعا در صدد صلح در افغانستان هستند خب بیاین در دوحه بنشینن هر چیزی که دارن هر حرفی که دارن روی میز مذاکره بگذارن اگر دو طرف به توافق برسن بعد از اون مشترکاً میتونن که از خارجی ها بخواین که افغانستان را ترک کنن ولی با کمال تاسف اونا امروز افغانستان را در بدترین شرایط جنگی قرار داره ما حالا در بدترین فصل جنگی هستیم که نگرانی زیر نداریم که باز یک فصل جدید جنگی شروع میشه اونا هر روز ما شاهد از هستیم در گوشه و کنار افغانستان مردم رو میکشن نیروهای امنیتی رو میکشن جنگ رو تشدید کردن و این نشان میده که اونا اراده برای صلح ندارن میخوان از طریق زور از طریق غلبه به خواسته هایشان برسن راه حل من فکر میکنم که ایست که دنیا و کشورهای منطقه‌ای یک اجماع جدی و صادقانه روی قضیه ختم جنگ در افغانستان داشته باشد و در بعد داخلی هم طرفداران نظام و دولت مردان افغانستان با یک نگاه ملی با یک اجماع صادقانه استاد شوند و محکم تدابیری برنامه‌های هم در میدان جنگ داشته باشند هم در میدان صلح داشته باشند
و طالبا اگر واقعا دیلشان به این مردم و به این کشور میسازن بیاین روی میز مذاکره بنشینن، و اگر دیلشان نمیسازن در او صورت نیروهای امنیتی افغانستان خودشان بدون از این که زیاد متکی به دیگران باشد آمادگی خود برای جنگ بگیرن. خب این راه حل نشد، باز جنگ در جنگ است دیگر. خب راه حل در صورت امکان داره، خب یک چی ایدئال که طرف آمادگی داشته باشد. ما اونا را باید در میدان جنگ آماده بسازیم، اونا را مایوس بسازیم که دیگر نمیتونن از طریق جنگ به خواستایشان برسن. اگر یک طرفه مثل سالهای گذشته برای که آقای ترامپ خواست و به خاطر برنامه کمپاینی خود یک طرفه امتیاز برای از اونا داده بریم، خود او صورت طالبا را آوردیم برای کشور حاکم ساختیم. بله، یک راه حل همی هست که کاملا تسلیم طالب شویم، از تمام دستاوردهای خود بگذاریم و نظام را سقوط بدیم، یک نظام طالبانی در افغانستان قبول کنیم، ولی او هم راه حل نیست به نظر ما. دقیقاً. ماده سبد تاس روسته خبر چه کول په کار دی افغانان د پاره. رزګیار ته یو تشویش افغان دولت ولس او جمع نړیواله ټولنه لري، یو تشویش طالبان لري. دا دواړه تشویشونه دی رپشي لارا وریږي. د طالبانو تشویش مثلا لګلک وضاحت د طالبانو تشویش دا دی چې دولت او نړیواله ټولنه غواړي چې موږ هغه سراولي لکه حکمتیار سبي چې راوستو دغه سیم په یوځای کې کینی بس هیڅ شي کې شریک نه. حکمتیار صاحب کوم پښیمانه کړی اوس بیرته د سره پیلې و نو هغه د حکمتیار صاحب غوندې دوی وایي چې موږ ناراضو او موږ دغه سراولی او د نړیوالې ټولنې د مونږ او د ولس او د دولت تشویش دا دی چې طالب چې راځي په زړه سټایل کې راځي، د واک خوبونه ویني چې دی به په قدرت کې او بیا به هغسې عمارت په مونږ باندې چلوي چې د ملایانو حکومت به وي، هغسې حکومت بیا ولس ته دولت ته نړیوالو ټولنې ته د منلو نه ده. د خبرو د په میز باندې دا خبره طالبانو ته واضحه شي چې موږ تاسو د حکمتیار غوندې نه راولو، او طالبان دا خبره ولس او نړیوالو ټولنې ته واضحه کړي چې موږ هغسې نه راځو لکه موږ چې موږ د په واقع یو. موږ مشخص اجنډا مې دا ده، مشخص اجنډا دوی نه وړاندې کوي، او دولت دا خبرې والې مخه نه کوي چې نه د واک قدرت او منتخب ولس مشر ته یا اساسي قانون یا دا. نو دواړه لوري دي هغه خبرې چې په زړونو کې دي هغه دې راوباسي، د خبرو میز ته هم به ولس قضاوت وکړي، هم نړیوال بیا به د حل لاره پیدا شي. ډېره زیاته مننه کور ودان چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړه. شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.